آمریکایی ها علیه یک شخصیتی بود یا دو شخصیت که در جهان اسلام محبوب هستند سپهبد شهید ما حاج قاسم سلیمانی در افغانستان در کنار مردم افغانستان با القاعده جنگیده در عراق و سوریه در کنار مردم عراق و سوریه با داعش, جنگده. داعش با جبهتون النصره جنگیده این مردم میدونند که آزادی سرزمینشون از افراط و ترور در گرو جامفشانی ها رشادت ها و در واقع عملکرد راهبردی سردار سلیمانی بوده و یک کینه و نفرتی این مردم از این اقدام وحشیانه آمریکایی ها دارن که حتما آثارش رو نشون خواهد داد لذا در سه بعد بعد نقض حاکمیت عراق بعد نقض قوانین بین المللی و بعد جریه دار کردن احساسات کل این منطقه آمریکایی ها خطای بزرگی رو مرتکب شدند که پاسخ این خطاها خوا... حتما خارج از اختیار جمهوری اسلامی خواهد بود یعنی اینها اقداماتی کردند که نتیجهش رو بدون اینکه ما اقدامی بکنیم خواهند دید اما آمریکایی ها یک اقدام دیگری هم انجام دادن و اون این بود که یکی از بالاترین مقامات نظامی جمهوری اسلامی ایران رو با وقاحت به شهادت رسوندن و رسما هم این مسئولیت رو پذیرفتن خب جمهوری اسلامی این حق قانونی رو داره که هر زمان و به هر شکلی که خودش ایک صلاح بدونه ما گرفتار جبسازی و شانتاج آمریکایی ها نخواهیم شد هر گونه که خودمون صلاح بدونیم هر زمان که خودمون صلاح بدونیم پاسخ مناسب رو همونطور که مقام معظم رهبری فرمودند خواهیم داد لذا آمریکایی ها در چهار جبهه خودشون رو گرفتار کردن که سه جبهش در واقع گرفتاری است که حتما به وقوع خ...